تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 37 از سوره بقره. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الم تعلم، پیغمبر، آیا ندونستی که حکومت آسمان ها و زمین از آن خداست؟ او حق داره هر گونه تغییر و تبدیلی رو به مقتضای حکمت و حاکمیت خودش در قوانین به وجود بیاره. آخه آیه قبلی بود که یهودی ها میگفتن چرا بعضی قانون ها عوض میشه؟ خدا فرمود خب خداوند دستش بازه، ممکنه مثل دکتر امروز یه نسخه بده فردا بگه نسخه تو باید عوض کنی. در هر کاری همینطوره، خداوند له ملک السماوات و الارض، حکومت آسمان ها و زمین دست اونه. این حکومت خدا هم دائمیه. آخه ما حکومتمون دائمی نیست، چند سالی حاکمه. اینم ذاتی نیست، حکومت ما قرضیه، از اون میگیریم مالک میشیم، فردا کسی دیگه از ما میگیره اون مالک میشه. حکومت خدا دائمیه و ذاتیه و عمومیه. ما حکومتمون هم ذاتی نیست، قرضیه، هم به یه منطقه بر 4 نفر حکومت داریم، به یه منطقه از زمین حکومت داریم. خدایی که حکومتش ذاتی است و دائمی است و گسترده است، او در آفرینش میتونه تغییر بده، در قانون هم میتونه تغییر بده. دست خدا که بسته نیست. یهودی ها میگفتن ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. سوره مائده آیه 64. قرآن از خداشناسیش رو هم میگه فکر نکن دست من بسته. بذار قرآن بخونم براتون. لو نشاء لجعلناه حطاما، میگه بخوایم پاییز رو نگه میداریم، اما دیگه نمیداریم بهار بشه. دو این گیاه همه خوش، درخت خوش، چوب خوش، دست ما بازه. لو نشاء لجعلناه اجاجا، بخوایم آبار تلخ نگه میداریم. پیغمبر اصلا بخوایم وحی رو قطع میکنیم ما، دیگه جبرئیل بر تو نازل نمیشه. لو شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اصلا همه مردم میتونیم هدایت کنیم اگر خدا بخواد، همه مردم هدایت میکنه با زور. نمیخوام با زور هدایت شه، پیغمبر بفرستیم هر کسی میخواد به اراده هدایت بشه. خداوند قرآن میگه کون و قردتن خاصه، این انسانهای بدجنس رو تبدیل به میمو کرد، دست خدا بازه. خب این یشع یذهب کن و یعت به خلق جدید، اگر بخواییم همه تونو پودر میکنیم یه گروه دیگه میاریم. خداوند دستش بازه، کیو ترسوندی؟ چطور امام مهدی 3 ساله امام شد؟ میگه گیر داره یه بچه 3 ساله علوم یه انسان کامل بدونه؟ میتونه یه بچه 3 ساله تو مغزش، تو فکرش چیزایی باشه که یه آدم 90 ساله باشه؟ اشکال داره؟ شما یه قوه رو میتونی توی اساسات بزرگ کار بذاری، میتونی یه قوه توی اساسات کوچیک. انسان تونسته یه رادیو کوچیک درست کنه 10 موجه بگیره. چطور شما با یه رادیو کوچیک 10 موجه میگیره؟ مثلا رادیو ممکنه قد بشکه باشه، موج مرکز هم نگیره، میگه کیلویه. دست خدا بازه. هم خدا میتونه در قوانین تصرف کنه، هم خدا میتونه در طبیعت تصرف کنه، هم میتونه در شما تصرف کنه، هم میتونه در پیغمبر تصرف کنه. به پیغمبر میگه بخوام وحی قطع میکنم، به طبیعت میگه بخوام آب و تلخ میکنم، بخوام درخت رو خوش نگر میدارم، به جامعه میگه بخوام همه دارم میبرم یه گروه دیگه میارم. یهودی ها میگفتن دست خدا بسته است، میگن دست خدا بسته نیست، بل یداه مبسوطتان، دست خدا بازه. بنابراین بهانه نگیرید چرا قانون عوض شد. امروز مصلحت این بود، فردا مصلحت چیز دیگه میشه، مانعی نداره. یه زمان بچه شیر میخوره، بعد 1-2 سال دیگه فرنه میخوره، کم کم گوشت ماهی هم میخوره که بار از استخونه. یعنی به مرور زمانها غذای بچه عوض میشه. خب پیام های این آیم اصدیم حق حاکمیت همیشگی و مطلق هم نسبت به آسمان ها و زمین مخصوص خداست. لهو ملک السماوات و الارض،
تغییر قانون مخصوص خداست که حاکمیت آسمان ها و زمین رو داره. اگر خدا قانون عوض کنه معنیش اینه که حوثی داشته یا کسی ترسیده یا ترسوندنش یا طرح شکست خوده یا پشیمون شده. بعدم میگه که مالکم من دون الله، یعنی شما رو نمیخواد مردم رو راضی کنید. راضی کردن دیگران که بهانه گیرن و لجوش هستن مهم نیست، ارزشی برای شما نداره. حتی غیر از خدا کسی نمیتونه شما رو یاری و سرپرستی کنه. قل الله ثم ذرهم، بگو خدا باقی رو برز دور. مالکم آخر آیه بود، مالک و مالکم من دون الله من ولی و لا نصیر، غیر از خدا نه شما یاوری دارید و نه سرپرستی. آیه 107 رو هم اینجا تمام میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.